اداره تنظیم امور زندانها از انتقال بیش از 1200 زندانی افغان از کشورهای ایران و کویت به کشور تا یک سال گذشته خبر داده می گوید که در حال حاضر 16000 محبوس در محابس کشور نگهداری می شوند. در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت، اداره تنظیم امور زندانها امروز شنبه 21 اسد تا نشست از کارکردهای یک سال خود گزارش داد. مولوی محمد یوسف مستری، رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندانها، در برنامه امروز گفت که در یک سال گذشته 16000 محبوس به اساس فرمان عفو رهبری امارت اسلامی از زندانهای کشور آزاد گردیده، اما در حال حاضر 16000 محبوس در محابس کشور نگهداری می شوند. 16000 بندیان در تیر کال رئیسی یا در اغبل کال رئیسی تروسه پوری چه 2000 بندیان و محابس و تراغلی دی حقی که در محاکم و پمت در مشرطابه حفظه الله و پمت یا در اغب پا آپا بانی دا بنجان بیرته خوشی سوی دی 14000 دا اوس 14000 پاته بنجان چې دی دا پر دوه کټګوري باندې دی چې په تعریف کې د محابس په موضوع کې دا راځي یو توقیفیان دی چې دوی تورن کسان ورته وایي یو محبوسین دی چې دوی هغه ته متهم کسان وایي توقیفی چې دی په اصلي کې دا توقیفی کس د بندي اطلاق سل په سل کې نه پر کېږي دی په یو نظارت خانه کې په اصطلاح متوقف دی محکمه به یادی خوشی کوي یا بیا قیدوي کې قید کې مابسته به ځي کې د دغه ځایه سه آزاد کوي بیا به خپل کور ته ځي شاوخوا شپږ 10000 بندیان به موږ لرو د 10000 پر شاوخوا خلک نفر په توقیف کې دی هغه د انتظار په ځای کې دی د هغه تر اوسه برخلیک دا نه دی معلوم چې دوی به بنجانیږي. من به بگونی مثال می گوید که به مناسبت عید سعید فطر در این سال طی فرمان کسوی رهبری امارت اسلامی صادر گردید 3881 تن از محبوسین از زندان رها شدند و به اساس همین فرمان در حبس 981 تن دیگر تخفیف به عمل آمد. رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندانها در این نشست از ایجاد برخ سهولتها در زندانهای کشور نیز خبر داده و گفت که در سال 1401 هجری شمسی برای پرسنل نظامی و ملکی زندانها سیمینارها و کورسهای آموزشی را اندازی گردیده است. به نقل از مولوی محمد یوسف مستری، طی یک سال گذشته برای زندانیان زمینه یادگیری حرفه‌های مثل خیاطی، فلزکاری، ترمیم موتر و دیگر بخشا نیز در زندان فراهم شده است. موږ په زندانونو کې د صنعت یو صنعتي لرو چې پخوا یو شرکت صنعتي و اوس په صنعت باندې خاص تر محبسو پورې تخصیص لري. په دغه صنعت کې موږ بندیانو ته مختلف النوع زمینه سازی کړې دي. خیاطي مو ورته برابره کړې ده، ګلدوزي ده، بوټ ګنډنه ده، برېښنایي وسایلو جوړول دي لکه تلیفونونه و ساعتان و مختلف شان. موصوف گفت که در قسمت بلند رفتن کیفیت غذای زندانیان نیز اقدام شده که استحقاق زندانیان از 85 افغانی به 120 افغانی بلند رفته است. په زندانونو کې د عیشوي او البسی په برخه کې موږ الحمدلله مخکې موږ ویلي دي د بندیانو د پی بندي پر سر باندې 15 افغانۍ د هر بندي عیشه و روزانه. موږ په خپلو الو زلو د مشرتابه د شفقت له لورې د هر بندي روزمره استحقاق 120 روپو افغانو ته پورته سوی دی چې په 120 افغانۍ په نن کې پوره کفایت د هر بندي د روزمره غذا دپاره کفایت کوي. موصوف می گوید که در زندان ها برای زندانیان خدمات انترنتی و سیستم بایومتریک نیز فعال گردیده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.